یک هفته پس از انتشار خبر پلیس‌های اسکی سوار از خبر شبانگاهی، همکارمون خواجه نژاد به ارتفاعات تهران رفته تا اولین بار پلیس‌هایی که حواسشون به کوهستان‌ها هم هست رو به تصویر بکشه. ارتفاعات 3400 متری تهران، پیست دربندسر، امسال به لطف برف پاییزی یک ماه زودتر درهایش به روی علاقمندان باز شده. 20 سال بود اسکی نکرده بود. یه جفت اسکی کرایه کردیم. اومدیم. بود حالا پیست خوبه؟ پیست عالیه، هوا هم عالیه. اما در بین جمعیت حاضر حضور اسکی سوارانی با مشخصه ای خاص نظر خیلی را به خود جلب کرده. آقا خسته نباشید. شما ورزشکارید یا پلیسید یا هر جفت؟ هر جفتش. سروان علی خانبکی هستم. سرپرست هیئت اسکی فاتح. فلسفه وجودی پلیس کوهستان به ویژه پلیس اسکی سوار، بحث امداد رسانی و کمک رسانی به شهروندان تو مجموعه پیست اسکی و به خصوص پلیس کوهستان داشتیم. تعقیب و ریز هم دارید یا نه؟ یه حال کسی ناهنجاری بکنه؟ به اون معنا که نه. مردم درباره حضور مامورانی مثل او نظرات متفاوتی دارن. یه سری آدمایی شب بشن بخوام یه سری کارهایی بکنن، حالا چه جنم دعوا کنن با هم، بعضی میخورن زمین، درگیری میشه وسط بیخ. باشه بهتر. ولی تا حالا بدون پلیس هم اینجا مشکل خاصی نداشته. یه خورده من مخالفم. نظر من خوبه. بودنش خیلی بهتر از نبودنش. مخصوصا وسطای پیست داره. خب بعضی وقتا مخصوصا واسه ما خانم‌ها مزاحم زیاد. درخواست مردم خودشون این بود که حتما پلیس در این مقاطع حضور داشته باشه. جهت امداد رسانی به مصدومین و اونایی که بالاخره مهارت لازم رو در اسکی ندارن میخورن زمین. و یا مزاحمت هایی که در موقعیت میشه، بعضی ناهنجاری ها. جانشین یگان امداد از آموزش های خاص به تیم های پلیس مرد و زن اسکی سوار میگوید. تایید مسئولین اسکی رسیده و چند سال هست که مسئولین کار هستن و تیم های اسکی فوق العاده مجرب داریم. اما این مربی اسکی آموزش ها را کافی نمیداند. برای آمادگی بیشتر و برای اینکه مسلط باشن بر اوضاع پیست و شرایط برف هنوز کار داره. رئیس پلیس تهران هم چندی پیش با اشاره به تجهیز ماموران مستقر در کوهستان‌ها و پیست‌های اسکی از کاهش سرقت، زورگیری، درگیری و مزاحمت، ناهنجاری‌ها و استعمال مواد مخدر خبر داده بود. مسئولان این پیست حالا امیدوارن با حضور پلیس اسکی سوار شاهد بهره برداری پیست شبانه هم باشن. این نوید رو میتونیم بدیم هم به علاقمندان که میتونن از تایم بعد از ظهر خودشون تا شب استفاده کنن برای اسکی کردن، هم قهرمانامون که بتونن تمرینات خاصی رو انجام بدن، چرا که همونجوری که میدونیم الان در حال حاضر در دنیا مسابقات در شب برگزار میشه.